خودش بیاره. این آدم دو شخصیتیه، همینه، باید بپذیری. شما نه سر پیازی نه تای پیازی، نه سر ربطی به این داستان داریم. وید خزایی میگفت که تتل بت مال آرمین هاشمیه. ما تا یک هفته دیگه صبر میکنیم، اگر اینکه خبری از سلطان نشه من دستور میدم که مردم بریزن تو خیابون. سلام دیبا جان، حالت چطور عزیزم؟ خوبی؟ سلام، ممنونم، شما خوبید؟ قربونت، فدای تو بشم. ببخشید دیگه ما همش داریم مزاحمت میشیم به خاطر که خب سوالات خیلی زیاده. دیبا جان ببین، یک مصاحبه رو پوتک و سعید گنجی داشت که میخوام راجع به اون باهات صحبت بکنم. قبل از اینکه بخوایم راجع به اون صحبت بکنیم، مثلا اولین سوالی که خیلی‌ها میپرسن که آقا داستان قرارداد آرمین هاشمی و امیر تتلو الان چی میشه؟ تکلیفش چیه؟ آرمین هاشمی چی کار کرده و پروسش تو چه مرحله ایه؟ ببین، طبق صحبت هایی که من سری قبلی با شما کردم، گفتم موقعی همچه اتفاقی میفته یه خورده خیلی ها با همدیگه درگیری میشن اون پشت. یه سری افراد دیگه هم بودن که اومدن به حال یه مبلغی گذاشتن و خیلی ها بالاخره یه حرکت هایی کرده بودن که این کار انجام بشه، ولی وقتی این نافرجام میشه همه جورایی درگیر یه سری مشکلات میشن طبیعتا. الان تنها چیزی که وجود داره اینه که دست کسی کماکان به چیزی بند نیستش. تنها خونه‌ای که امیر تتلو داره در استانبول پنج ماه و نیم از چیزش مونده بود، از قراردادش مونده بوده که قرار بوده که حالا با صاحبونه صحبت بشه که بتونن حالا اگه میشه اون پنج ماه هم مثلا پولشو پس بگیرن، اما صاحبونه قبول نکرده و گفتن که یا یک نفر پیدا بکنید که بیاد تو اون خونه و یعنی جایگزین امیر تتلو بشه که من یه پولی دستم بیاد که بهتون بدم، یا اینکه بعد صبر بکنید که موعد قراردادش تموم بشه و یه نفر دیگه بیاد که بتونیم که اون پولو به شما بدیم. یعنی تنها چیزی که الان شاید بتونه، اون از مبلغش زیاد نیست، خیلی مبلغ کمیه، 45000 دلار نسبت به مبالغ خرج شده چیز آنچنانی نیستش. پول دیگه‌ای متاسفانه این وسط دست کمپانی آونگو تا به این لحظه هنوز هم نگرفته و نخواهد هم گرفت. حالا یه بحثی هم شده بود در مورد وسایل خونه امیر تتلو. آره اینو دیبا، علی صلاح‌پور هم رفت لایف گرفت، ولی خب خودتون دیدید تو اونجا چیز خاصی نداره. آخه دیبا یه فرش رو ببین، اومدن سعید گنجی اومده و گفتش که اینا ریختن تو خونه شو، دارن وسایل میدوزن و میبرن و آرمین هاشمی اومده. سعید گنجی خود هر روی احساس به نظرم داره صحبت میکنه. شما یادتون باشه چند وقت پیش قبل از که امیر تتلو اتفاقات براش بیفته، اومده بود مثلا امیر تتلو میگه من کف شما میذارم برای فروش مثلا 500 میلیون تومان. آره. سعید گنجی فکر میکنه که اگه الان امیر تتلو 10 تا دونه شورت مثلا توی خونه‌اش داره، قیمت شورت دونه 10000 دلاره، 10 تاش مثلا میشه 100000 دلار. درسته که توهمه، چیزی داخل اون خونه نیستش جز یه درام با کیبورد و فرش و تلویزیونی که به درد کسی نمیخوره، اضافه چیز خاصی داخل اون خونه نداره. ولی انیوی خونه تخلیه میشه، حالا یه کمی ورته یا کم ورته خونه بعد تخلیه بشه، چون موعد قرارداد که تموم بشه بها صاحبونه که نمیتونه وایسه بگه آقا وسایل دار بخه، وسایل باید تخلیه بشه، چیز شخصی اگه داره حتما باید به خانوادهش داده بشه، ولی چیزی برای فروش که بگه آقا ارزش مالی آنچنانی داره نه، داخل خونه چیز خاصی. آخه سعید گنجی گفته بود اینا اومدن داخل خونه دارن وسایل رو میبرن، یعنی با اطمینان داشت این حرف رو میزد. خب چه وسایلی؟ چی داره که ببرن؟ چی داره که ببرن؟ مثلا شما من بگیم مثلا شما فکر میکنید که کمپانی آبای الان میره اونجا فرش رو جمع میکنه میزه زیر دوشش ببرن فرش رو بپوشن؟ آخه یه حرف که با عقل جو در بیاد. نمیدونم اینجوری داره میگه. بعد یه چیزی که دیبا خیلی اینم خیلی ده یعنی پخش شده که میگه آقا امیر تتلو اگر اومده رفته ایران، یا اینکه اگر نمیدونم این اتفاق براش افتاده، این تهیه کننده ها پاسکاری میکردنش و این آدم خسته شده و بلند شده رفته. راجب این من چیزی که از صحبت‌های سعید گنجی تو این چند وقت دیدم، اینو مطمئنم 100% که سعید گنجی هیچ اطلاعاتی نه در مورد کاره امیر تتلو داشته، نه در مورد کنسرتی که طبیعتاً نداره، و صحبتی که میکنه اگه شما دقت بکنید فقط بر مبنای اون چند تا کامیتی پستی که امیر تتلو روی یوتیوبش می‌ذاره همونا رو داره در مورد صحبت میکنه. نه اطلاعاتی داشته، به قول خودش اصلا دسترسی به امیر تتلو نداشته، داره میگه من پیغام پسخون داده بودم که آقا شماره من عوض شده، بگید بنظرم بذاره که اصلا اینو تحویلش نگرفتم. صحبتی که میکنه فقط رو همون کامیت پستی که امیر تتلو گذاشته از رو همون رو داره حرف میزنه. و حالا امیر تتلو تو چه فازی بوده، چه حالتی بوده، اومده اسم ایشون هم جزء چند نفر دیگه گذاشته که اینا رفیق من هستم، انگار که مثلا بهش یه دنیا رو دادن. خب و پشت اون قضیه هی داره میره. باور کن من فکر میکنم که شاید این کامیت پستی رو قاب کرده گذاشته واسه اش توی خونه اش، یعنی به عنوان یه بوتش کرده برای خودش. نه دیتیل داره توی این قضیه، نه اصلا سر پیازه، نه تای پیازه. دو تا سوال تخصصی داشت بکنید در مورد کنسرت های آلمان و بقیه جاها،
اصلا نمیدونه جاستان چی به چی هستش، فقط داره میگه آقا من رفیقشم، چرا با رفیق من این کارا رو کردید؟ اوکی رفیقه چی دبت هم گم اصلا داری ازش طرفداری میکنی، ولی موقع داری طرفداری میکنی بیای خودم دقیقتر بار تو داستان ببین، اگر اینکه اگه چهار نفر دارن حرف میزنن، چهار نفر که دروغ نمیگن که، یکیشون دروغ میگه، دوتاشون دروغ میگه، خود شما توی برنامه‌ای که داری میسازی با چند نفر مصاحبه کردی؟ خیلی ها با سند مدرک دیگه، بالاتر از این با سند مدرک دارش میشه اتفاقاتی، نه اینا خوشا نمیاد. آره دیگه شکیبا رو آوردی اینو هر کی میاری چون طرف نمیخواد قبول بکنه و نمیخواد بفهمه، فقط یه عرقی داره نسبت به حمید تلو داره طرفدارش میکنه و حرفایی که میزنه همش بر چیز احساساته، چیز منطقی حرف نمیزنه. من کل مصاحبه رو نگاه کردم، ببینید کامنتاشو اگه بخونید کاملا همه دارن با من فکر هم عقیده هستن که ایشون فقط داره احساسی به قضیه نگاه میکنه و سوالی هم که پوتک میپرسه اصلا ایشون داره یه جواب دیگه میده کلا. بعد آخه دیبا اصلا جوری داره صحبت میکنه که یعنی میگه تمام این مصاحبه ها همه برنامه ریزی شده است، حتی داره میگه که آقا اینایی که اومدن توی سوشال میدیا صحبت کردن، مثلا یکی مثل آیدین اومده پول داده به دخترها. دیدم اتفاقا اینو دیدم که همچه حرفی رو زده، اصلا من نمیدونم از کجاش در میاره همچه حرفایی و از کجاش در میاره، انگار که مثلا شو یعنی فکر منظورش این بوده که شما مثلا میای به من پول میدی آره مثلا بی پول بگی بیاش این حرفا رو بزن، آخه چه حرفی تو داری میزنی؟ یه حرف کاملا 100% اشتباهه. و اون سری هم من تو مصاحبه که با شما کردم گفتم بیننده ها خیلی عاقل‌تر از این هستن که بخوان اصلا با این چیزها این حرفا رو قبول بکنن. شما وقتی که با این نفر داری مصاحبه میکنی از نوع گفتار طرف میفهمید داره دروغ میگه، بعدش هم اگه شما بیه پولی به یه نفر بدی طرف باید خیلی مخ باشه که همچین سناریویی داشته باشه بنویسه آخر آخرش هم چه حرفی رو بزنه. این حرفا کاملا دروغه و یه طوری داره فرار میکنه از اصل قضیه. من فکر می‌کنم جز این چیز دیگه نیستش. دقیقاً آخه به خاطر اینکه نگاه دیبا یه مسئله‌ای که خیلی اینجا مهمه، ما اومدیم خب این مصاحبه رو انجام دادیم، شما اومدی گفتی که آقا این آقا اومده یه کارایی رو کرده که حتی اومدن نامه زدن که به این آدم دیگه خونه ندیم به خاطر کارایی که داره میکنه. ولی میاد الان میگه آقا این آدم دو شخصیتیه، همینه باید بپذیری. ولی خب شما اومدی گفتی که آقا این میاد 3 صبح زنگ میزنه که به تهیه کننده تو الان اگه برای من دو چرخه نخری من کنسرت رو لغو میکنم. خب اینا به نظر من توجیه نداره. درسته که تو یک آرتیستی، ولی خب این واقعا توجیه نداره. باید خیلی توجه بیشتری رو رفتار داشته باشی. خب سر قضیه همین کنسرت آلمان دیروزم یه لایوی بودش، سرگنجی رفته بود با دو تا از بچه‌هایی که توی آلمان کار اجرایی داشتن، با اونا لایو رفته بود داشت صحبت میکرد که آره توی سوشال مدیا این داستان در مورد که امیت تلو بلیط نفروخته بوده واسه آلمان و به همین خاطر کنسرتش کنسل شده بودش. این دو نفر آقای مقدم آقای یعقوبی میان صحبت میکنن، میگن آقا ما 6000 تا بلیط فروخته بودیم، در صورتی که من همینجا اگر دارم شما اون لایو دیدید یا نه، اینم من تاکید میکنم که اینم دروغه 100%. امیت تلو کلا 2000 تا بلیط فروخته بود، حالا میتونست بیشتر بفروشه. میخوام کاراشو بهتون بگم. دقیقاً موقعی که بلیط فروشی آغاز میشه ایشون برمی‌داره تو کامیتی پستش میذاره که فکر کنید شما تو آلمان برنامه داری، برمی‌داره تو کامیتی پست میذاره که ایرانیان مقیم آلمان در شأن من نیستن. خب شما فکر کن الان شما یه خواننده مثلا میخوای تو برج میلاد مثلا کنسرت بذاری، پولم از برنامه‌گذار گرفتی، فرداش میذاره که آقا کسایی که تو تهران هستن و تو برج میلاد میخوان بیان در شأن من نیستن. خب این طرف علاوه بر مغزی مشکل داره یا مخصوصا داره دبه میکنه که کار نشه کلا. خب که بعد از اون قضیه کلا کنسرت آلمان ترمزش کشیده شد و هیچ بلیط فروشی دیگه ای انجام نشد. بعد از اون دوباره من چیکار کردم؟ این کلمه‌اش از زشت باشه بگم، من گفتم آقا هر کسی تو کنسرت من میخواد بیاد از این چیز مصنوعی به خودش بیاره. خب این چه حرفی؟ کدوم آرتیستی میدم که حرفایی میزنه؟ ما این همه آرتیست ها توی این مارکت کار کردیم، کدومشون همچین شخصیتی داشتن؟ حالا یه جایی آدم میگه باشه به خاطر حاشیه، میگه اوکی یه حاشیه دیگه، ولی دیگه این پاشو فراتر از حاشیه گذاشته، این چیزی هستش که عرف جامعه اصلا قبول نمیکنه. این که میگن آره چرا کنسرت آلمان کنسل شد، یه سری اتفاقات بوده که خود امیر تتلو مقصرش بوده در درجه اول. خب اینکه بیای فوش بکشی به ایرانیای مقیم آلمان، خب معلومه که اونا مثلا به استانبول، خب آره معلومه اونا جریه دار میشن، پس من برای چای تو اونجا میکنم. بعد سعید گنجی میاد همش از اون احساسات حرف میزنه. خب شما اگه رفیقشی میگی آقا من رفیقش بودم، تمام کمیته پست بس میدید دیگه، نمیدی بهش بگی آقا رفیق من این چه کار اشتباهی داره انجام میدی، چرا داری به ایرانی اروپا مثلا داری فوش میدی؟ خب میتا تعلق به قول معروف داخل ایران دستش هم کوتاهه. خیلی دیدم که دارم میگن که آقا در موردش حرف نزنید، ایشون هم دستش کوتاهه نمیتونه خودش دفاع بکنه. تا یه جایی درسته تا یه جایی هم اشتباهه. ما داریم در مورد کاری که قبلا اتفاق افتاده داریم حرف میزنیم، اینجا باشه کسی هنوز نمیدونه که چه اتفاقی براش داره میفته. خیلی هم دارن خبرهای زرد میذارن، یکی میگه که دو ساعت پیش
نمیدونم حالش بد شده بردن بیمارستان، اون که میگه توی بند کتک خورده، هیچ اهدوناسی تا به این لحظه هیچ کسی نمیدونه که امیت تتلو تو چه وضعیته و قراره که برایش چه اتفاقی بیفته. دیبا، این راجب فوش دادنش به ایرانی های مقیم آلمان بیشتر توضیح میدی چیکار کرده بود؟ یعنی بلیت که فروش رفت؟ نه موقعی قرارداد بسته شد و برنامه گذارم سالن رو گرفتن، اومد یه دونه کامیونیتی پست بود، دقیقا تو زمانی بودش که راهپیمایی خیلی بزرگی توی آلمان به سر مهسا امینی اینجور چیزا اجرا میشد. تو همون تایم اومد نوشتش که آقا ایرانی که داخل آلمان هستن در شأن امیر تتلو نیستن، همه دهاتی ان. قشنگ من اگه داشته باشم براتون اسکرینش دارم براتون میفرستم. بعد دوباره اومد یه جور دیگه درستش بکنه، اومد گفتش که من اصلا میخوام توی کنسرت خودم چیز مصنوعی بردارم بیارم، هر کی میخواد بیاد تو اونجا بخواد چیز مصنوعی برداره بیاره. خب اینا ببین رفتاره میگم حاشیه داریم تو حاشیه. خب یه سری اصلا این حرفا در شأن جامعه ایرانی نیست که شما دارین چه حرفی میزنید. و سالانی که امیر تتلو داشتش اوکی 2000 نفر فروخته بودش، اما اون سالا 15000 نفر تو گنجایش داشتش، یعنی 2000 نفر جلوش دیده نمیشه ذاتا. بعد از این خودش متوجه این شد که با این جریاناتی که پیش اومده از همونجا بیت فروشی متوقف شد و حتی سایت وولک اومد اعلام کرد که یه خود قضیه خطرناکه، این داره با این رفتاری که انجام میده ممکنه که اصلا نیاد و کنسرت اجرا نشه، به همین خاطر ما پولا رو هولد نگه میداریم، نه دست برنامه گذار میدیم نه دست کمپانی آقا، دستش کس ما پول نمیدیم که اگه اتفاقی افتاد بتونیم پولای مردم رو پس بدیم. که چه خوب شد که این کارو کرد که ذاتا کنسرت هم اجرا نشد، الان پول مردم رو خود همون بلیت فروشی به بقیه پس داده. درسته. بعد دیبا جان ببین، آخه اصلا جوری دارن این برنامه رو میبرن جلو که این آقای سعید گنجی همه جا صحبت اینا میکنه که آقا اصلا این آدم مقصر نیست، یعنی اگر این آدم میاد الان ایرانی ها رو فوش میده، مادر طرفداراشو فوش میده، خواهرشون رو فوش میده، این آدم دو شخصیتیه. من خود دیدم مصاحبه برادر میگه شما باید همینجوری قبولش کنید، بایدی وجود نداره. همین داره میگه باید شما این تتلو اینجوری اصلا بایدی وجود نداره، کی همچی بایدی گوشته؟ آره باید شما دوستات داری این حرفا رو میزنی. من چند روز پیش یه لایو دیدم تو یوتیوب از معراج، خیلی اصلا من موندم، داشت میگفتش که آقا زمان تا قبل از امیر تتلو مردم ایران بهداشت رعایت نمیکردن. آفرین. از زمانی که امیر تتلو اومد تو یوتیوب به مردم ایرانی یاد داده که چجوری بهداشت داشته باشن. آخه من نمیفهمم یه مرد گنده با اون ریش تو چجوری میشه همچین حرفی رو میزنی؟ یعنی کل این جامعه ایرانی با این همه عقبه وایساده که امیر تتلو بیاد یاد بده که مثلا مام بزنن زیر بغلش یا اسپری بزنن. اینا ببین چیزیه که میگم موسیقی قبلی هم به شما گفتم، این سلطان گفتنهای علکی و نمیدونم این که حالا رفیقشونه طرفداری از رفیق هم یه حد اندازه‌ای داره، هر یه جایی به بعدش باعث میشه که طرف بهش لصمه بخوره. دقیقا همین رفیقای دوره بره خودش انقدر بهش گفتن سلطان که آقابت امیر تتلو که میتونست یکی از بزرگترین خواننده‌های ایرانی باشه و پول خیلی بزرگ در بیاره. نیاکای شما الان مثلا ساسی خودمون، ساسی آره. دوره ای امیر تتلو دیگه، درسته؟ دقیقاً. داره کارشو میکنه. ازدواج کرده، اقامت آمریکا رو گرفته، کنسرت ها رو داره میره، مبلغ های بالا داره میگیره، همه جای دنیا داره میچرخه، کنسرتش میذاره. تازه علاوه موزیکی ساسی خیلی پایین‌تر از علاوه هنری موزیک ساسی خیلی پایین‌تر از تتلو. خب پس نوع رفتار آدما از زندگیشون مشخص میکنه دیگه. خب ساسی میگه علاوه موزیک از تتلو خیلی کمتر بودش، ولی الان نگاه کن همه چی داره، زندگیش هم داره، بچه دارم شده، چریدم، اقامتش هم داره، کنسرتش هم داره، خیلی طبق روال میذاره. پس ایشون بعضی وقتا خودش نخواسته که این اتفاق براش بیفته، همه چی براش مهیا بوده طبیعتاً، هنرش که داشته، سرمایه‌گذاری که بودن، استعدادش هم داشته، ولی خودش نخواسته دیگه. دیبا یه سوال، این تو الان با خیلی از آرتیست ها داری کار میکنی و خب توی چنل یوتیوبت هم هرکی بیاد اینو میبینه و بچه ها حتما تأکید میکنم تو چنل یوتیوب دیبای عزیز برین، گذاشتیم همه جای این پایین ها هست، توی حتی تو کامنت هم پین میکنیم ببینی، خیلی برنامه ها میسازه و راجب کنسرت ها اینه، خیلی کار جذابی تو یوتیوبش انجام میده و یکی از پیش کسوت هاست. اینو بخوام بهتون بگم که خیلی هایی که الان میبینی شاد یوتیوب دارن و حتی تو ترکیه و اینا، همه رو دیبای عزیز براشون انجام داده. اینو میخوام بهت بگم، تو با خیلی ها برنامه داری برگزار میکنی، از قمچی، ابی و و و خیلی دیگه، میخوام از روند اونا بگی، اونا اصلا یعنی همچین مشکلاتی این آرتیست هایی که حالا داری باشون کار میکنی واقعا به هیچ مشکلی بر نخورد؟ یعنی نظر شخصیتیشون یهو بگه من اینو میخوام اونو میخوام، واقعا همچین چیزی نبوده دیبا؟ اصلا حتی یک مورد نکنه. دیشب تو همین استانبول داریوش کنسرت داشتش، خب همزمان شادمهر هم کنسرت داشتش همین دیشب، داریوش توی سالن دیگه، شادمهر توی سالن دیگه، هر جفتشون فول سولد، خیلی شیک، خیلی مجلسی اومدن
کارشون انجام دادن، پولشون هم گرفتن، رفتن پی زندگیشون. خب یعنی این رفتارها، این حاشیه ها، حالا حاشیه رو میذاریم به کنار، این نوع گفتارها اولین باره. ما بعضا با یه سری از آرتیست که صحبت میکنیم، من بعضا میپرسم میگم نظرتون مثلا در مورد تتلو چیه؟ همه در یه چیزی اینو میگن که آقا تتلو علاوه استعداد موزیک قبولش داریم، یعنی هنرمنده، اما اخلاقی ما هم چیزی اولین باره که میبینیم. خب یعنی ببین تتلو درسته خیلی هیبش میگن سلطان، ولی تو کار موزیک، خب تو کار همین اینترتینمنت، شما چند تا کنسرت گذاشتی که ایدری سلطان میکنی؟ خب من سری قبلی هم گفتم مثلا ایشون میگه که من 2000 نفر بلیت فروختم، بابا داریم خواننده هایی که همین داریوش دیشب 3000 نفر آدم آورده، نه ولی نه با بلیت 10 دلاری 20 دلاری، ردیف های جلو نفر 1100 دلار قیمتش بودش، مردم پول میدادن بابا داریوش میخریدن 1100 دلار نفری، یا شادمر بوده تو اینجا که نفر 1100 1200 دلار از مردم پول میگیره. آها یعنی الان داریوش ردیف جلوش 1100 دلار بابتش پول میدن، درسته؟ بله موینم همینطور. خب ولی پس اونا بعد بیان میگن که من سلطان داریوشم، واسه من نفر 1100 دلار پول میدم، پس من به بعد ببخشید فوش بکشم مثلا به خارمادر مردم ایران. شما تا حالا این رفتار بی احترامی به زنان و نمیدونم خانم ایرانی از کدوم یکی از آرتیست ایرانی تا حالا دیدید؟ کمایی که اگه همچین اتفاقی هم بیفته مثلا میگم خانم گوگوش دیگه، آره. چند تا اصول ما بیشتر نداریم که مثلا خانم گوگوش این فردا بیاد یه کامیتی بزنه فوش بکشه به ایرانی ها، طبیعتا اونم از چیز از طرفدار خوش کاسته میشه. خب ولی تو جامعه ایرانی ما خودم اولین بار بودیم که همچین چیزی رو می‌دیدیم. اما اینکه چرا باز خیلی میافتم باش کار می‌کردم، به خاطر اینکه همیشه همین گفتن که امیر تتلو یه تالنته، تو این باز ما حرفی نداشتیم، یه تالنته و میتونه که کنسرت بزرگی اجرا بکنه. و حالا بعد از اینکه یه سری از آرتیستایی که الان رو اوج هستن مثلا الان گوگوش داره خدافظی میکنه، مثلا شرم شبری خود خدافظی میکنه، اینا که خدافظی بکنه امیر تتلو باز بهتر خواهد شد. خب ولی متاسفانه نافرجام موندش دیگه، خودش قبول یه سری نتونست بپذیره. اون سری هم گفتم جنبه محبوبیت و مشهوریت رو نداشت متاسفانه. الان خب مثلا باز هم می اومدن میگفتن که آقا اگه امیر تتلو فوش میده یا فلان میکنه، هر کار میکنه، داره عادی میکنه برای نسلهای جلوتر. نظر داجب این قضیه چیه؟ 100% مخالفم. یعنی چی نسلهای جلوتر؟ یعنی من تو خیابون راه میرم همه هم دیگه فوش بکشم، فوش خانواده هم بکشم؟ این چیزیه که دوروبریاش که همین معراج و اینا که داری میگه همشون منظورشون به نظر من اینه. چه حرفیه؟ خب من از یه جا دیگه هم شنیدم که میگفتش که امیر تتلو اگه اومده مثلا فوش میده، به این خاطره که این فوش رو یه خورده تو دهنه عادی بکنه که پس فرد اگه تو خیابون یکی به یکی فوش داد، طرف با چاقو بر نداره مثلا فلان آره. بزنه. بابا شما و بزرگتر از شما ها سالهای سال همه کار بکنید، نمیتونید عرف جامعه ایرانی رو شما تغییر بدید، ناموز رو نمیتونید تغییرش بدید. چون 100 سال دیگه 200 سال دیگه شما یه رفع ناموز چپ دیگه کنه، همین اتفاقات دوباره میفته. مثلا قوانین کشور مثلا این همه اوته، همه چی اوته، یه میتونه در آمده بیرون میخواد به همه مردم ایرانی درس بده که نمیدونم فوش عادی سازی بکنم. نه اینا یه چیزه به نظرم چرت و پرته و توهمات ذهن خوشه. وقتی طرف میاد میگه که آقا من از یه کره دیگه ای اومدم، من دارم اینو، اینا چیز مغزی خودش نیستش که یه چیزی استفاده میکنه که حرف میزنه. آره کما که چند جا هم شنیدیم که مثلا میگفته بوده که من فرستاده شدم از کره ماه به اینجا که شما رو ارشاد کنم یا فلان کنم، یا من دارم پیج همخونیای خودش رو میبینم، یعنی کسی که بخوش همخونه، حالا میخوام اسم بیارم، در حال حاضر که امیر تتلو توی ایران گرفتار هستش دارم میزنم یا آل تتل. خب ببین کلمات رو نگاه کن چی داره، یا آل تتل ما به شما وعده نمیدونم فلان میدهیم، تو اون فازا هستم. خب یعنی یا اینا ریشه خیلی بزرگی از خانوادگی داره، خب آره. یا مشکل اختلاط روانی هست طبیعتا دیگه. پس به نظر تو اینو تایید میکنی که این منفوریت یا حالا این چیزی که حالا بین خب از تو مثلا الان تو با هر کی صحبت میکنی یه دوگانگی به وجود میاد، یعنی میگه آقا راجب تتلو بگو، یکی میگه آقا نه منفوره این کارهایی که میکنه، نمیدونم فوشایی که میده ما نمیپذیریم و اینا، این چیزی که تو ذهن مردم اومده، پس 100% تو تتلو رو مقصر میدونی به خاطر این رفتاراش؟ 100% این که میگن که آقا دوروبریا باعثن و احاطش کردن و تایید کننده ها پاسکاریش میکنن و این حرفا رو تو پس تایید نمیکنی؟ بازی که سعید گنجی گرفته، من مثلا با کوتک داشت حرف میزنم، میگم مثلا لایو سرهاویشی دیدی؟ میگم نه من نگاه نمیکنم اصلا ایشونو. خب یعنی خوش خیلی الان داره در حد بالایی میبینی که اصلا لایو شما رو نگاه نمیکنه، لایو فلان رو نگاه نمیکنه. نه ما اتفاقا میشیم همه رو نگاه میکنیم. خب من
هر چیزی که رد بشه شو این قضیه رو نگاه میکنم که ببینم آقا کی داره چی صحبت میکنه. یه خورده سعید گنجی، اولا که اینو باز من تکرار میکنم که ایشون اصلا نه سر پیازه نه ته پیازه، و اینم بهتون بگم که اینو حالا ویدیو میمونه طبیعتا به ماندگار پاک آره. نمیشه. قسم میخورم اگه روزی یه تتلو حالا از زندان آزاد بشه، دسترسی به فضای مجازی داشته باشه، اولین نفری که بیاد بیرون دهنش رو اینجوری قشنگ باز میکنه سعید گنجیه، چون ایشون نه داخل دیتاری کاریه تتلو بوده، نه در مورد کنسرت ها میدونه، نه در مورد مقاله که رد و بدل شده میدونه، در مورد هیچ چیزی نمیدونه، فقط الان یه فاز رفیقی گرفته و میگه آقا من دارم رفیقم دفاع میکنم، که در واقع این کاری که داره انجام میده داره به ضرر همین تتلو میره جلو. من دیدم یه استوری گذاشته بود که ما تا یک هفته دیگه صبر میکنیم، اگر اینکه خبری از سلطان نشه من دستور میدم که مردم بریزن تو خیابون. آره خب یه هفته ولش کن، همین الان بگو دیگه، همین الان بگو مردم بریزن بیرون ببینن چه اتفاقی میفته. خب آره. میگه بابا خواهرش داره اینو میگه، میگه بابا خواهرشه، مثلا شما نه سر پیازی نه تای پیازی نه اصلا ربطی به این داستان داری، و بعدش هم نمیاد که دیده بشه، اینم به شما بگم بعدش هم نمیاد که دیده بشه، چون اوایل که این اتفاق امیر تتلو داشت برمیگشت ایران زده بود که ما با هیچ جا مصاحبه‌ای نخواهیم کرد، ما شرکتی نخواهیم کرد، ولی بعد از اینکه چند تا از ویدیوهاش وایرال شد، تمام ویدیو گریه کردنش رو وایرال شد، خوشحاله اگه دیده میشه، تو اونش هیچ حسادتی نیست، هر کسی میتونه یه جور دیده بشه، ولی اینکه طرفداری الکی کردن به نظرم داره به ضرر امیر تتلو میره جلو، و اولین نفری که بعد از اینکه امیر تتلو از زندان در بیاد بیرون به قول معروف اون پیکش بگیرتش خود امیر سعیدی گنجیه. البته تو اون دیباتون ویدیویی که وایرال شد ازش که گریم میکرد، اصلا تو کامنت ها رو میرفتی میدیدی یک دونه کامنتش مثلا خوب نبود واقعا، یعنی همه میگفتن که آقا اون موقع که این کارا رو میکرد تو کجا بودی، چرا نمیومدی؟ البته الان خودش هم جواب داره، میگه نه من دسترسی بهش نداشتم، تایید کننده ها نمیذاشتن من بهش دسترسی داشته باشم، در صورتی که من میدونم واقعا تتلو اینستاگرام های مختلف پیج های مختلف داره همه رو رصد میکنه، چجوری اینستاگرام نداشت؟ یه سری آدم را احاطه کرده بودن، یعنی یه خود داستان جناییش میکنه. آره نگاه شما خود منطقه حساب بکنید، مثلا آدم و دارمش کیا بودم؟ علی صلاح‌پور بوده که بالاخره مدیر برنامهش بوده، برنامه گذار مثل آرمین هاشمی و جمالی اینا، اینا که طبیعتا وقتی پول دادن به طرف که نمیگه کاری بکنن که این برگرده به اینا پولش بره رو هوا که داره داستان خود داره جناییش میکنه. دیروز یه لایوی گوش داد با آقای مقدم و آقای یعقوبی، داشت میگفتش که آره اینا یه مافیایی هستن جمع شدن گوش این بچه رو یه جوری فلانش کردن که این برگرده بره اینا، نمیاد تو دیتایل ریزش به اینکه آقا زمانی که اینا اومدن پول دادن به شما بعدش اتفاقاتی افتاد، میشه در مورد صحبت کرد یا آره. پول گرفتی بعد اینکه پول گرفتی چرا اومدی فوش کشیدی به مردم آلمان، چرا اومدی و دبه کردی، چرا هر روز صبح بلند میشه دیگه نوازنده تو میگفتی نه وای حال نمی کنم این بره اون کی بیاد، این بره اون کی بیاد، چه سری بحثی که دیروز باز شد تو لایوشون در مورد این بودش که میگفتن که برنامه گذار یعنی کمپانی آونگ ویزای سه تا از نوازنده ها رو نگرفته بوده، سفته بوده به برنامه، اینا علت داره، ما الان یه سری چیزا نمیخواستیم وا بکنیم، ولی اینکه جوابش من اینجا بهش میدم که چرا همه بنده گرفته بودن، کسرا و معراج جایی که بچه‌هاش رو نگرفته بودن، برای اینکه ما متوجه شده بودیم که حالا اس نمیخوام بیارم، یک کدوم از همین سه نفر قرار برای این بوده که بیاد آلمان دیگه بر نگرده، پرنده میگیره تو اونجا، خب معلومه برنامه گذار وقتی بفره بر تو ویزا نمیگیره، خب این داستانا رو نمیدونه، یا میاد میگه چطور میشه که امیر تتلو 4 ساله توی استانبوله چرا اقامت ترکیه رو بهش دادن، باید بهش میدادن، بایدی وجود نداره، شما در مورد کشور دیگه داری حرف میزنی انگار که شما الان ایرانی. آره بگی آقا باید آمریکا به من اقامت بده، بایدی وجود داره که شما باید یه سری چیزا رو داشته باشی، سری آپشن داشته باشی که شما شما اقامت بده یا نده، باید واسه این جت میگرفتم، باید واسه این بابا جت رو ما داشتیم، برای آقا ابی جت میگیرم، برای داریو جت میگیرم، خب ولی تتلو انقدر کار اشتباه انجام داده که ذاتا اصلا نذاشته که اون کنسرت آلمان یا بقیه جا رو روال خودش بره جلو، که همه چی عادی باشه، درمزه‌ای داشته باشی، پول بیاد همیشه طبق روال باشه که بگیم آقا باشه جت میخواد بیا سر از آتا جت هم برات بگیریم، خب از همون روزی که شما پول قرارداد گرفتی زدی زیر همه چی، از همون روز همه با هم درگیر شده بودن، بعدش اومد شروع کرد فحش دادن به مهسا امینی و بقیه ایرانیه آلمان و فلان اینا که برنامه های جیرف رو هوا، بعدش هم گفتن که چرا دوباره تو استانبول برش برنامه نذاشتی، که من اینا سری قبلی کامل مفصل توضیح دادم که اصلا تو استانبول هنوزم که هنوزه میگم امیر تتلو تاریخ انقضاش تموم شده بود، چون یه شهر کوچیکی بودش، دخترها میرفتن پیشش، اون میومد بیرون به بقیه میگفتش، و البته
اینم بهتون بگم هیچ جای توی بقیه کشورها برای همین تتلو بهتر از ترکیه نمیتونست باشه. میدونی چرا؟ چون نزدیک به ایران بودش، هم توریستا میومدن، میتونست به قول خودش نیو فیسش داشته باشه، هم لازم مواد مخدر میتونست راحت پیدا بکنه. شما تو بین سر چیکاری بکنی؟ تو گرجستان سر چیکاری بکنی؟ و انیوی به جای رسید که هم یه بدهی بالا آورد به کمپانی آهنگ و همین که دید خب تو همینجا دیگه جایی نداره، تصمیم گرفته برگرده بره ایران. ولی الان یه حرفی من دیشب شنیدم تو لای باقای گنجی که دیگه داره داستان به یه جاهای دیگه داره میره. خب یعنی همه این کارهایی که تتلو انجام دادن رو گوشتن یه گوشه، آزار اذیت جنسی به دخترها همه رو گوشتن یه گوشه، تای داستان دارن به این میرسن که کمپانی آونگ و مسئول جمالی اومدن در لحظه آخر با امیر تتلو گفتگو تلفنی داشتن جر و بحث کردن. آره مثلا بپرسم باش خود بر رفته گفته برمیگردم ایران، اونم گفته نه تو جرأتش نداری برگردی ایران، تو لج بازی هم تو رفته ایران. آخه چه حرفی داری میزنی؟ اصلا امیر تتلو یعنی انقدر مغزش مشکل داشت که به خاطر لج بازی با یه نفر دیگه مثلا باش به ایران و یه خورده فکر نمی‌کنم ممکن داری حرفو میزنم. بابا یه پولی 500 هزار دلاری مثلا قیف شد رفت، چرا باید یه کمپانی بیاد پتو لج بازی بکنه که پولش از دست بره؟ که کماکان هم 500 هزار دلار پشت اون داستان خیلی داستان دیگه هست که الان یواش یواش داره میزنه بیرون. خب که حالا دیشب گنجی رفته مثلا یکی از اجرا کننده های آلمان پیدا کرده که تو لایو اونام دارن یه جوری نشون میدن که انگار همه کاره اونا بوده، مثلا آونگ نوچه اونا بوده یا مثلا آونگ اومده کاسه گدهی گفت دستش تو هر کشوری گفته آقا لطفا به ما پول بده میخوایم برای همین تتلو کنسرت بزنیم، که دست که همه چیزی نیست. اون یه بحث خیلی مفصلیه که اگه بخواد همجوری ادامه بدم من تک تک بحثا رو وا میکنم که اصلا همون دو نفری که اومدن تو لایو گنجی صحبت کردن اصلا کی هستن، خودشون فنای تتلو بودن، خودشون روزی 20 دفعه به آرمین هاشمی زنگ میزنن که آقا ما دوست داریم برای تتلو کار بکنیم، اینوالو بشیم تو این قضیه و اگه یه خورده رفتارش رو ادامه بدن مطمئنا یه حرفای دیگه در توش در میاد که برای خودشون بد میشه. در میاد الان این قضیه خیلی داره پخش میشه دیبا، که میگه که تلفنی مثل اینکه اینا داشتن با تتلو صحبت میکردن، یهو آرمین هاشمی یا مسعود جمالی مثل جمالی. این که آره مسعود جمالی به تتلو میگه که آره تو اگه لاپاد داری بلند شو برو ایران، اینم لج میکنه و بلند میشه میاد ایران. گرفتی؟ یعنی جوری مثلا کل قضیه که چه اتفاقاتی افتاد کلا گوشنش گوشه. آره اتفاقا کجا شروع شد؟ از بعد از این داستانا اولین جرقه‌ای که خوردش که امیر تتلو یه خورده فهمید که داره داستان خطری میشه سر سرگورشی بودش. خب سرگورشی بعد خدا حرفی نزد، اون وقت گفتش که آقا من این تتلو ها معتقد عادی نزدم. دقیقاً تتلو بود که اومد شروع کرد کل زندگی نامه طرف کشید بیرون. خب یا تتلو بود که اومد دور همون حوض خونش شروع کرد فوش کشید به مسعود جمالی و بقیه. ممکنه که همچین چیزی هم باشه، ممکنه که همچین تماس تلفنی هم باشه، به من میگه که فوش بده، ممکنه زنگ بزنم بگم آقا داری چی میگی. خب ولی این که بگن آقا دو نفر با هم دیگه بحث تلفنی کردن و ایشون لش که رفته هم چیزی نیست. چرا میگم نیست؟ چون تا لحظه آخر هم بازم تتلو میگه که 100 هزار دلار به من پول بدید دوباره. آره که من نرم ایران. اینم نوشت دیگه، گفت 100 هزار تا بذاری رو میستا من نرم. خب میشه باجگیری دیگه. خب یعنی آقا من همه کار میکنم، زیر قراردادم میزنم، بهت پوشم میکشم، همه کار میکنم، دوباره التماس تو هم مادر میگه آقا نرو. اگر جمالی بهش میگفت نرو یا علی میگفت نرو میدی برای چی بود؟ شک فکر میگفتیم آقا بری ایران بعد مشکل ساز میشه. دوری که خب پولای خودمون رو در بین رفته مثلا بعد کار اجرا بشه. خب ایشون هم میدونست این داستانا، اومد گفت آقا دوباره 100 هزار دلار بیشتر بدید که من نرم. خب میشه باجگیری دیگه. اگه جمالی میگه آقا ما اینو نمیدیم هر کاری دوستش برو بکن دیگه. یعنی الان هیچ کلا این پول پرید دیگه، خیلی راحت پرید. کلا این پول پرید. خب الان یعنی این اگه آزاد بشه الان این پولی که میگم پرید اللحاظ فکری سعید گنجی داره میگه که تو خونه امیر تتلو 300 هزار یورو لباسای امیر تتلو هستش. به فکر چقدر کوتاهه. خب یعنی میگم که فکر میکنه که شورت امیر تتلو 10000 دلار میارزه، 10 تا شورت داره 3000 دلار. خب توی خونه هیچ چیزی نداره، یه درام داره که اونم میاشه براش خریده بودش، یه دونه کیبورد، فرش، 4 تا تلویزیون، هیچ چیز دیگه تو اونجا نداره که شما مثلا خودت تبدیل پولش بکنی. آره اون که سعید گنجی که میگفت اینا اومدن تو خونه دارن یواشکی گیتارها رو میبرن، اینجوری داشت میگفت. اصلا که خود سلاپور اومد لایو گیره گفت آقا همچین خبری نیست. یعنی دقیقاً بازی رو داره به سمتی میبره که همه ماها دروغ داریم میگیم، تتلو همینه و بقیه نتونستن امیر تتلو رو حفظش کنن. اصلا یه چیز خیلی عجیبی داره حرف میزنه که آقا این که برمیگره میگه آقا این میتونه تو دو شخصیت زندگی کنه، چه میدونم روشنایی تاریکی، نمیدونم. خیلی حرفاش اصلا عجیبه. من یه چیز دیگه هم داشت میگفتش که آره امیر تتلو مشکلش این بودش که روحه،
خب داشت اینو میگفت دیگه. آره. داشت که آقا اینو میگفت سوالی که پرسید از کوتک گفتش که شما ببخشید مثلا با خانم خود همخوابی نمیکنی؟ میکنی دیگه، ولی مثلا رو بوده. این چه حرفی اصلا داری میزنی؟ این چه مثالی اصلا داری میزنی؟ آقا انگار که زن شوهر الان توی اتاق خواب خوش با هم همخوابی میکنن، بیان درو وا بکنن، یه فیلم بگیرن مثلا پخش بکنن، بگن نه ما رویم دیگه. اصلا این چه حرفی داری میزنی؟ میگم حرفی که گنجی میزنه همش که اصلا هیچ اطلاعاتی که کلا در مورد کاری امتحانی نداره، حتی یک دهم درصد. حرفی که میزنه رو کامیته پستی که خونده و میگه شما برو آهنگ آخر تتلو رو گوش کن تو شعرش فلان چیز، تو چیزای معنوی خودشونه. میدونی چی میگم؟ چیزای منطقی نمیام بشن حرف بزنم. بعد ببین دیبا، توی آخرین پست هایی که امیر میذاشت توی ماشین برگشت گفت دیگه نمیتونین منو نگهدارین، شما میخواین اینجا منو بازداشت کنین، من میرم تو همون ایران بازداشت بشم. منظورش چی بود؟ منظورش شکایت دخترا بود یا آرمین هاشمی اینو ازش شکایت؟ بله بله بله. شما یه لایوی هم علی صلاح‌پور تو اون زمانی که توزلا بودش گذاشت، همیشه تو تزلا بودش گذاشت، میگفت نه اینجا هیچ شکایتی جز شکایت جمهوری اسلامی نیست و فلان جور. در حالی که بود که بعداً دوباره اومد خودشون اصلاح کرد، گفت بله بودش، بودش، شکایت داشتش. میگم همین تتلو خودش متوجه شد که تو اینجا اوضاع یه خطری شده، هم نگاه یه طرفی یه مبلغ هنگفتی و بدهکار شده بود و خودش هم میدونست که زیر قرارداد ایستاده، هر طرفی هم دیگه نیو فیسی براش نمیموند و این هش میرم اینم بی تاثیر نبود. این هش بگیر خود درام از ویدیوهایی که با دختر چیکار کرد و فلان اینا. خیلی تو ترکیه به این قضیه حساسن، خیلی خیلی به این قضیه حساسن. آدمایی بودن که خیلی معروف تر از همین تتلو بودن سر این موضوع. 1057 سال حبس گرفتن، کم نیست، 1057 سال حبس گرفتن. یعنی قانون ترکیه شوخی در این مورد نداره. گرفته ایران دیگه. زمانی که امیر تتلو میخواست بیاد ایران، میخوام اینم آرمین هاشمی اینا ازش شکایت رو کرده بودن یا یه پرونده باز کرده بودن؟ یه پرونده باز کردن، دست وکیلم بودش. خب ولی اینکه بخوایم بریم بگیم که نه بردن تو اجرا، هیچ وقت چیکاری نکردم. من بازم میگم آرمین هاشمی یه قلب مهربونی داره که میگه بابا این آرتیست من خودم آوردمش رو استیج اولین بار، بذار درست میشه. من نمیشم میدونست میگه الانش تو یارت دیگه است، درست میشه. واسه خودش دلشون نمیخواست کردم که اتفاقی هم برای امیر تتلو بیفته، کما که بازم مقصر اول آخرش خودش بودش. این شما زیر قرارداد زدی، پولا رفته، اعتبار یه سری آدمای دیگه رفته، سایت بلیط فروشی درگیر شدن، همین آقای مقدم و یعقوبی که دیشب داشتن با گنجی حرف می‌زدن، اونا هم درگیر یه سری مشکلات دیگه شدن. ولی ته دلش رو هیچکس دوست نداشت که برگرده بره ایران. شکایت رو به دست وکیل داده بودن ولی اجرایش نکرده بودن. آقا قبل از قرارداد دیبا، قبل قرارداد که تتلو اومد قرارداد رو امضا کرد، خب چون توی مصاحبه پوتک با سعید گنجی، پوتک هی از سعید میپرسید که آقا مگه قبل قرارداد این حرفا زده نشده؟ سعید گنجی جوابی نداد، هی بحث رو عوض میکرد. من میخوام اینو تو الان دیتیل نمیدونه، اصلا دیتیلی که نمیدونه. اون خب پوتک سوالای درستی داشت میپرسید، ولی چون سعید گنجی اطلاعاتی نداره اصلا جوابش مجبوره به یه جا دیگه بگیره دیگه. اصلا اینو به ما بگو ما بدونیم. قبل قرارداد صحبتایی که با امیر تتلو میشه، یا اصلا هر خواننده این مثال، قبلش صحبت میشه که آقا من دوچرخه برات میخرم نمیخرم، همه اینا، یا کی میاد کی نمیاد، اینا بالاخره قبل قرارداد گفته شده که این طرف امضا کرده. نه اصلا نه با امیر تتلو، با هر آرتیستی که بخواد بیاد برنامه اجرا کنه همیشه یه چیزی روالش هستش. میگه آقا چقدر دستمزد میخوای؟ میگه فلان قد. من بجو دپوزیت میدم فلان میدم. چند نفری؟ میگه 10 نفرم. چه روزی میخوای پرواز بکنی؟ همین چیز رواله، خودتش انجام میدن تو بقیه کارا. تمام اینا هم قبلش چیزی بوده که امیر تتلو در جریانش بوده، ولی زیر همکسده دیگه. آها، یعنی بعد از قرارداد، یعنی مدلش اینجوری که امضا میکنه. اون تایم امیر تتلو تو اون تایم که میخواست پولو بگیره، امیر تتلو یه مشکل مالی شدید داشتن که خونه قبلیش داشتن پس میدادن. خب و هر تایم کامیت پستش هم ببینید میخواست بره هتل زندگی بکنه. آره. و به هر نحوی که بود من خودم تو اون تایم خیلی با آرمین هاشمی بحث کردم، گفتم آقا بردن ایشون به اروپا و جای دیگه نظر من اشتباهه، این آدم نورمال نیست، میزنه زیر همه چی و فلان اینا. خلاصه با هر ترفندی بودش و فلان اینا، علی صلاح‌پور اومد این معاف شد و فلان اینا که این پوله رو بگیرن که اینا برن بتونن ویلا رو بگیرن که حداقل سختی بالا سرشون باشه. و موقعی که ویلا هم گرفتن تا چند هفته اول اوکی بودش، بعد دیگه یواش یواش همون رفتاری که همیشه داره دبه کردن و بقیه چیز دیگه. دلیلش چیه به نظرت؟ کلن ده امیر تتلو رو کلن تو چجوری میبینی؟ دلیلش چیه؟ یعنی قبلش که ببینید
خیلی سال پیش تو اینجا یه سری کارا رو انجام میداد، برای حواشی را مینداخت که مثلا بتونه برای کنسرت یه خورده منفعت داشته باشه. مثلا یه حواشی رو میکرد که یهو دوباره بیاد بالا، مردم بیان براش بلیط بخرن. خب اشتباهی که این سری کرد، اومد دست رو نقطه ضعف مردم گذاشت روی قضیه مهسا امینی. موقعی که تو آلمان برنامه داشتش، فکر کرد که یهو بیاد برخلاف اون موج بره جلو، یه اتفاق دیگه میفته که بدتر شد. اومد شروع کرد فوش دادن به مهسا امینی و ایرانیای داخل آلمان فلان اینا. بلیط فروش اصلا استاپ شد. همین آقای یعقوبی شاید تو لایوشم ایشون داره میگه اصلا بلیط فروش استاپ شد. خب و امیر تتلو اخلاقش کلا این شکلی بود که فکر میکرد که مثلا میگم اگه سال 15000 نفره، چون من تتلو هستم، باید 15000 نفر پر بشه که من بیام تو سال اجرا بکنم. در صورتی که شما وقتی پول تو گرفتی دیگه به شما ربطی نداره چه یه نفر بیاد، چه 15000 نفر بیاد، چه 2000 نفر، بعد بیای کارت انجام بدی. و امیر تتلو خوش متوجه این هم بودش که ما این رفتاری که انجام داده بود سال 15000 نفری 2000 تا بلیط فروخته که اون 2000 نفر خیلی شو کنسل می‌کردم، یعنی داشتم پروشن پس می‌گرفتم. واسه همین اومد یه داستان دیگه راه انداخت که آره سانچک منو یه روزه گرفتن، من تازه بعد بیام آلمان مردم منو ببینن که من تو آلمان هستم که بیام برام بلیط بخرم اینجور داستانا. من سر امیر تتلو چون که توی استانبول اقامتی نداشت، یعنی پاسپورت معتبری مثل پاسپورت ترکیه نداشتش، اینا مجبور بودن که براش از یونان اقدام بکنن که ویزای آلمان رو براش بگیرن. خب درسته. عمر گفت نه من همین تتلو هم، برای چه یونان باید واسه من اقامت بگیری فلان، به این مثلا نمیام بابا. هر چیزی خب وقتی بهت نمیدن، وقتی از توی ترکیه اجازه نمیدن که تو بری تو سفارت درخواست ویزا بدی، خب میای این کشور دیگه برات میگیرم دیگه. حتی تو اون تایم پاسپورت دومینیکا رو می‌خواستم براش بگیرم $100,000 که اینا نه کمی تتلو پول بده، خود این بچه‌ها می‌خواستن پول باش بزن $100,000 پاسپورت دومینیکا رو بگیرم. جواب چی بده؟ خوبه. چی گفت واقعا؟ من پسر طبیعتم، با پول نمیخوام گوشه ای از زمین رو اشغال بکنم. خب دیگه آقا چیکار برات برام بکنم؟ هم بخوای کنسرت بذاری، هم بخوای تور اروپا بذاری، هم بخوای سالن 15000 نفری داشته باشی، هم میگم آقا بالاخره یه پیش زمینه میخواد یا یه پاسپورت واسه باشه که بتونی تو کشور بری یا نه. بعد در جواب میگه که من بچه طبیعتم، من بابت اینکه بخوام گوشه ای از زمین اشغال بکنم دارم این کارو نباید بکنم. خب این یعنی که آقا یا مغز مشکل داره یا میخوای دبه کنی دیگه. چی شد یه لحظه به امیر تتلو گفتن که ما میخوایم برات پاسپورت دومینیکا بگیریم. خب بعد اومد در جواب چی گفت؟ دوباره بگو. گفت من پسر طبیعتم، خب هیچ جای کره زمین خاکی رو من نباید اشغال بکنم با پول. خب من اقامت اینجا رو نمیخوام بکنم با پاسپورت دومینیکا، خیلی از کشورم چه سفر بکنه و کنسرت بزرگی بذاره. اینو قبول نکرد. خب دیگه چیکار باید بکنیم براش؟ بعد هم میخوای که کنسرت بزرگ داشته باشی، هم تو تور اروپا بری، تور آمریکا بری، خب باید یه پاسپورت واسط باشه که بتونی وارد کشور بشی. آره دقیقاً. توهمی که من سلطانم اندازه داشت با هم پاسپورت ایرانیش مثلا همه جا باش کارش انجام بدم. میگم برای آلمان هم چون از داخل ترکیه نفس اقدام بکنه، یه بعد میرفت ایران، از ایران اقدام میکرد که خب نمیتونست بره. اینجا قبول نمیکردم، مجبور بودیم که آقا از یونان برش اقدام بکنیم که اونم یه دفعه دیگه کرد که من یونان چیکار دارم، من مستقیم اینجا برم آلمان. آره آخه خیلی عجیب بود. دقیقاً دیبه آخه بعضی وقتا میومد مثلا میگفت آقا من امیر تتلو هم برای من باید 15000 نفر فلان باشه، من برای فلانه. ببین من احساسم چون دیدم ها، یعنی دوروبرم واقعا هم چیزی رو دیدم، اینایی که دراگ این کارو میکنه، من اینجوری احساس میکنم، یعنی خودش لگد به وقت خودش بزنه. واقعا تو یه موزیسین فوق‌العاده، همه چی اوکی، ولی اینکه بخوای برخلاف عرف جامعه جلو بری و یه چیزهایی رو بگی که آقا الان جامعه روش حساسه، بخوای برعکس اون بگی، من احساس میکنم آدم طبیعی نمیتونه این کارا رو بکنه. نظر تو چیه؟ سعید گرجی هم داشت میگفتش که 6 تا برنامه گذار جمع شد، چطور نتونستم واسه این کاری انجام بدم؟ چرا نمیشه فکر بکنی بگی آقا 6 تا برنامه گذار هر کدوم اسم رو دست دارن؟ یکیشون اشتباه میکنه، دوتاشون اشتباه میکنه، سه‌تاشون اشتباه میکنه، همه دارن اشتباه میکنن و ایشون راست میگه. اما رفیقای صمیمی خودش رضا پیشرو، حسین تویی، اینا مگه نیومدن با هم دیگه جمع شدن گفتن میخوایم اتحاد رپ نسلی کو بزنیم؟ چی شد؟ با رفیقای خودشون که با هم دیگه از یه زمانی از سویرا شروع کردن، این آدم مشکل روحی روانی داره دیگه، اختلالات روانی داره، با هیچ کسی با بهش توی جوب نمیره به قول معروف. بازم با همه اتفاقاتی که افتاد، باز ته قلبه هیچ کسی دوست نداشت که ایشون داخل ایران باشه. حالا اینکه داخل ایرانه، من اینو حداقل تجربه خودم، من خودم 14 سال ایران نرفتم، نه طرفداری از جمهوری اسلامی میکنم نه چیز دیگه، خودم اصلا وارد سیاست هم هیچ وقت نکردم نخواهم کرد، ولی تجربه من به من اینو میگه که امیر تتلو این که دارم میگم یه هفته دیگه میاد بیرون، اون که میگه نه با پابند میخوام بیارنش بیرون، اون که میگه نمیدونم فلان، تجربه من میگه که امیر تتلو حداقل 6-7 سالی و اون داخل مهمون هستش دیگه. آه یعنی تو اینجوری فکر میکنی که بیرون نمیاد و میمونه؟ نه تو اینجوری فکر میکنی؟ نه. یا
یه سوالی هم پوتک پرسید از سید گنجی، خیلی جالب بودش. پوتک داشت میگفتش که یه چیزی هست به اسم آشتی با مردم، داشت نمایش دیگه صحبت می‌کرد. آره. گنجی اینجوری میکنه، ایشالله که تطلع آشتی کنه با مردم. اصلا ایشون داره نمایش دیگه حرف میزنه، تو چی داری میگی؟ ایشالله که تطلع آشتی کنه با مردم. بعد اومده میگه که این وسط من یه سوالی دارم، ضرر تطلع رو کی میده؟ نمیدونم دیدی یا نه، ضرر تطلع رو کی میده؟ اسم این خواننده رو خراب کردن. میدونیش میگم نشسته جلوی دوربین، نه اطلاعاتی داره، نه پشت قضیه رو میدونه چیه، فقط دفاع علکی داشته رفیقش میکرده که تمام ویدیو داره به ضرر خودش، حالا منم مسخرهش میکنم به ضرر ویدیویی که داره میسازه. آره دیگه، یعنی پس نظر تو اینه که این کارهایی که داره میکنه به ضرر امیر تتلو دیگه. منم 100 درصد و مطمئنم، 100 درصد، 100 در هزار مطمئنم که امیر تتلو دستش برسه به فضا مجازی قشنگ حسابی از خجالت سرگج در میاد. بعد یه چیزی دیبا، من با خب وحید خزایی هم مصاحبه کردم و قبل اصلا اومدم بعدش گفتم که آقا وحید خزایی هم متاسفانه حالا کار ندارم و اینا، یه طرفایی رو میاد میزنه از روی اون چیزی هم که خودت میدونی. خیلی این بازخوردهای عجیبی داشت راجع به آرمین هاشمی، هم یه حرفی رو اومد زد که تو فقط به من گفتی من بعدن توضیح میدم، که شرایطم نداشتی بر من بگی، گفتی بعدن، الان اینو میخوام توضیح بدی. حرفی که وحید خزایی زد راجع به آرمین هاشمی که آقا نمیدونم نه تتلو بهش بده کار نیسته، نمیدونم فلان و اینا، اصلا تا حالا وحید خزایی تا حالا آرمین هاشمی رو ندیده، گیدا که رد بشه، تا حالا هم دیگه دیالوگ سلامون بگه علیکه سلام، اصلا تا حالا هم دیگه نداشتن، یکی هستن دقیقا مثلا تو خیابون با یکی دست بهم میده میگه دست داده، تا حالا وحید خزایی اصلا با آرمین هاشمی سلام و علیکم و سلام هم دیگه نداشتن. وحید خزایی کلن یک دفعه کنسرت که ما گوشته بودیم برای امیر تتلو اومد با یه دست گل اومد و گفت میخوام برم اینو به امیر بدم چون خوشم فنه امیر تتلو هستش. آره. وحید خزایی اومد تو اونجا و رفت دست گلشو داد و همون پشتش استو مشروب میخورد، اصلا نه وحید خزایی امیر تتلو رو تو اونجا حتی نزدیک دید، نه آرمین هاشمی رو دیده، نه سلام علیکی، نه حرفی. من ویدیو رو اصلا تعجب کردم، البته من احساسم این بود من ویدیو نگاه کردم وحید خزایی تو حالت عادی نبود که اصلا داشت این حرفا رو میزد، حالت عادی تو سوشال مدیا هست، موقع چهره یه نفر رو ببینید نوع حرف زدن دهن کف کرده مشخصه داستان چی دیگه، نمیخوام بازش کنم دیگه. وحید هم اومد یه چیزایی رو گفت، حالا من توضیح دادم دیگه، گفتم وحید متاسفانه یهو میبینی یه لحظه یه کارایی میکنه یادش میره کلا چی دور نمیندازه که هر کی هر حرف میزنه دیگه. تو من میخواستم بگم شما چرا پول مردم رو دارید میخورید، چه اینا پول به اجازه یه خوردی دور نمیندازه که هر کی هر چی میبینه واسه خوش میگه دیگه. آره آخه نه میگفت که سایت بتو نمیدونم این اسپانسرش بود و نمیدونم اگه الان تتلو بدهکار به آرمین هاشمی با اون سایت بت ها یر به یر، اصلا یه چیزایی میگفت. نه اصلا آرمین هاشمی نه سایت بت داره نه داشته، تو اون تایمی که همه سایت بت داشتن یه زمانی چیز شد دیگه، مود شد، هر کی میدید یه آره. سایت بت میزد، نه اصلا کمپانی آقای نه سایت بت داشته نه داره، نه تا حالا آرمین هاشمی مثلا وحید خزایی دیده از نزدیک، این چرا دیده که در رد میشه این طرف ها، خب ولی حتی از آرمین هاشمی مثلا این هم نزدیک در دیده کلا، خب سلام علیه که باندی رو نداشته. وحید خزایی میگفت که تتل بت مال آرمین هاشمیه، نه کل بت هایی که توی الان خیلی دارن انجام میدن مال امیر شقاقیه، خب یعنی سایت مادر مال اونا هستش، نه اصلا آرمین هاشمی نه سایت بت داره نه اصلا این داستان هستش. بعد میگفت که آی من دوست دخترش گرفتم و بردم و فلان، اصلا طرف ندیده اومده به مغز خودش. عجیبه چون میگم من نمیدونم دیدمشون اونم اینجوری کردم، نمیدونم خیلی واقعا این حرفا نه میگم ولی خزه یه دفعه تو کنسرت که ما گوشته بودیم اومد یه دسته گل گرفت اومد داد به امیر تتلو و بعدش هم انتظار داشت که تتلو خیلی با چیزتر مثلا بغلش کنه، در صورتی که تتلو فقط گل گرفت پشت میکرو گفت مرسی وحید جان همین، و دید که نه اون رفتار زیاد صمیمی نیستش، خودش اومد رفت اون پشت و دیگه کلا پشت بود اصلا داخل سالن هم نبودش. من حرف تو رو 100% قبول میکنم به خاطر اینکه راجب ما هم وحید اومد یه حرفایی رو زد که خیلی اومدن سوء استفاده کردم و من توضیح دادم که اصلا همچین چیزی نبود و اون قراردادی که بین من و وحید بود انجام شده بوده و حتی وحید اصلا تبعام اینه زده بود که من با اسپانسرش ریختم رو هم که خب خیلی ها کسایی که خودتون هم توی که ویدیوتون من دیدم داشت میگفتید کسایی که یه سری مواد چیزایی استفاده میکنن که روانگردان هستش تعادل شخصیتی ندارن، یعنی هر چیزی که از تو مغزشون میاد فکر میکنن همون درسته و همون رو میان میگن دیگه. دقیقا درسته، متاسفانه اینجوری بوده. مرسی دیبا جان از این که وقت تو به ما دادی، چیزی هست بخوای بگی؟ ببین در حال حاضر نه، ولی میگم
سر این داستان کنسرتی که توی آلمان کنسل شده یه سری از افرادی که اجرایی بودن به مشکل خوردن. اون سری هم گفتم که این یه خورده زمان لازم داره که این اتفاقات یواش یواش حل بشه، ولی با کارهایی که سعید گنجی داره انجام میده و فکر میکنه که الان مثلا برم اون اجرا کننده رو پیدا بکنم باش مصاحبه کنم، چهار تا چرت و پرت در مورد کمپانی آواین بگم، چهار تا فلان بگم، بعد بیام مثلا بشم سوپر قهرمان، خب اینو من اینجا دارم میگم، اگه این اتفاقات همجوری ادامه دار خواب بشه اون موقع یه سری حرفا میاد وسط که واسه همشون بد میشه. من دوباره فکر کنم باید با هم دیگه ویدیو بگیریم. بسیار عالی دیوا جان، ممنونم ازت داداش گلم که وقت تو به ما دادی. فدیتو حرفی داری باز بخوای بزنی برامون؟ فدیتو حرف که مطمئنم دوباره خواهد اومد تو ویدیوهای بعدی شده با هم دوباره صحبت. انشالله. ممنونم ازت بچه‌ها، حتما کانال فدیتو کانال دیوا رو داشته باشین، همه جا هست و خب برنامه‌های مختلفی میذاره، کنسرتاش و همه چیزو در یوتیوبش میتونین مشاهده بکنین. دیوا جان خداحافظی میکنم ازت. قربونت برم. خدا نگهدار. فدای تو باشم. خدا.